روز یکشنبه 1 مارس در تاجیکستان انتخابات پارلمانی برگزار می شود. در این انتخابات 8 حزب سیاسی مبارزه می برند. تا حال اکثریت را در پارلمانی عبارت از 63 کرسی اعضای حزب حاکمی خلقی دموکراتی تشکیل می دهند. در آستانه انتخابات تیرماه پارسال یکی از مهمترین وظیفه ها در ریاست این حزب به رهبری پرزیدنت امام علی رحمان معاون اولی رئیس حزب دیگر شد. سابق یاوری پرزیدنت سید مراد فتاح زاده به این وظیفه آمد و مسئولیت اصلی آماده شوی به انتخابات را به دوش گرفت. در این باره و مسائل دیگری چالش برانگیز همکارم مؤمن احمدی با سید مراد فتاح زاده در دوشنبه صحبت کرد. برخی از احزاب برای نظرند که با حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان شرایط بیشتر فراهم شده است. نظر آیا واقعا چنین است و یا شما نظر دیگر دارید؟ مثلا من با حیث جونشینی یکمی رهبری حزب در این مدتی که فعالیت کرده شدم مشاهده میکنم که در نوحیه ها، شهر ها، ولایت ها وقتی که کمیجراهای مرکزی ما برای نامزدها شرایط مهیا کردن می شود، اونو به حوزه مراجعه میکنند. حوزه برای همه حزب های سیاسی نقشه معین ترتیب داده است و در همکاری با مقامات محلی برای آنها مثلا مکانی واخوری تعیین می شود. این طرف از خود حزب وابسته است که تا کدام اندازه قابلیت تشکیلاتچگی تاثیر خود را در اون منطقه دارن که مردم رو در واقعی رو جلب نمایند و من نمیخوام البته به شأن دیگر حزب ها سخن منفی گویم، لیکن واقعیت همین خیلی است که آنها قابلیت جمع کردن انتخاب کننده ها رو ندارند. اما منتقدان شما این نظرها رو البته شاید شما هم شنیده باشیم که میگویند که پیش از پیش اون کرسی هایی که در پارلمان وجود دارد معلوم است، معلوم است و انتخابات رو یک معرکه صحنه سازی عنوان میکنند. تا کجا شما با این نظر موافق هستید؟ ما گمان میکنم که این سخن هایی که همکاران سیاسی ما میگویند بسیار تحقیر سخت نسبت مردم تاجیکستان است، بسیار به احترام نسبت به خلق تاجیک است و مثلا شخصا من اگر همچون یک انتخاب کننده برای من بسیار بد میرسد که مرا پیش از من تقدیر مرا حل کنند، رأی مرا حل کنند و من گمان نمیکنم که جمعیت ما در اون سطح باشد که کدام نهاد حکومتی یا کدام هیچ سیاسی تواند که فکر خود را به زوری به ذمه این مردم گذارد. در مطبوعات یک اظهار نظر شما در یک نشست نشر شد که در مورد رویه سلفیه بود و اونجا شما گفته بودیم که رویه سلفیه رویه رسمی عربستان یک سعودی است و فشار با پیروان اون در تاجیکستان به همین خاطر فشار نمیورد که این یک رویه رسمی این کشور است. منظور من این بود که البته در سطح سیاست دولت جریان سلفیه در مون ممنوع شد. به خاطر چی؟ به خاطر اون که اگر شما همو یاد داشته باشید در مسجد وقتی که مردم رفته فریضه های دین رو اجرا میکردن نمایندگان سلفیه به طرز خاص بعض وایه های دینی رو در هنگام نمازگذاری اجرا میکردن و این باعث ناراحتی شدید مردم ما میگشت. از بس که مردم ما اکثریت پیروان مذهبی حنفی هستند و مذهبی حنفی به خود خاص طرز نمازگذاری دارد و این باعث یک نارامی اجتماعی در جامعه گشته بود و خوب شد که سودی اولی ما این جرائم را از این لحاظ من کرد، لیکن من همون وقت گفته بودم که درست ما من کردیم، لیکن هنگام سخنرانی نسبت کدام دینی که نباشد، نسبت کدام جرائم، خصوصا جرائم سلفیه بالفرض که در بعضی کشورها مثلا در عربستان سعودی این وای رسمی است، تمام طرز زندگی، طرز کاربری، حتی مراسم های دینی از روی وای جریان سلفیه اجرا کرده می شود. بنابر همین باید که سخن های قبیح یا که تحقیر را رو نبینیم. و شکل مفصل مصاحبه همکار ما مؤمن احمدی با سید مراد فتاح زاده را از سایت اینترنتی رادیوی آزادی تماشا کنید.